Johnny. با مژده حبیبی. درود میفرستم به شما بینندگان عزیز و گرامی و با آرزوی شادمانی و تندرستی برای شما هموطنان عزیزم مژده حبیبی هستم. بسیار خوش آمدید به برنامه عاشقانه. در برنامه این هفته یادی میکنیم از یک هنرمند بسیار محبوب و برجسته کشورمون که در آسمان درخشان هنر ایران در جایگاهی بس رفیع و بلند مرتبه منزل دارد. 30 دی ماه برابر با 20 ژانویه 25 سال از درگذشت نابهنگام هایده بانوی آواز ایران می‌گذرد. اما گذشت سالها هرگز یاد و خاطره این هنرمند توانا و ارزشمند ما رو کمرنگ نکرده، بلکه تنین صدای جادویی هایده در میان صدها ترانه خاطر انگیزی که از خود برای ما به یادگار گذاشته در قلب و ذهن مردمی که خالصانه به او عشق می‌ورزند زنده و جاودان است. برای دقایقی با هم در تونل زمان حرکت کنیم به گذشته، سفری به 25 سال پیش. سلام بینندگان عزیز، بعد از ظهر دیروز مراسم ختم هایده در وستفود مرچری در حالی که عده زیادی از دوستانش در آنجا جمع بودند برگزار شد. همچنین مطلع شدیم هزاران تن از دوستان هایده در تهران در مراسم یادبود او گرده هم آمدند تا بدین وسیله همدردی خودشان را از فقدان این هنرمند ارزنده ابراز دارند. یک هفته است که هایده بزرگ ستاره آواز ایران در بین ما نیست. یک هفته ای که چقدر تلخ و سخت گذشت برای یکایک ما دوستدارانش. او به هموطنانش عشق می‌ورزید. به شما هموطنان عزیزی که با شریک شدنتان در غم بزرگ بازماندگان او نشان دادید که احساس و عاطفه، اخلاق و روحیات خوب و انسانی ایرانی هنوز پا بر جاست. کتاب زندگی هایده چه غم‌انگیز بسته شد، گرچه یاد او همیشه برای ما جاودانه باقی خواهد ماند و صدای او در کتاب تاریخ موسیقی ایران ابدی. حیف شد.
حیف شد. این عبارتی است که طی روزهای گذشته بارها و بارها توسط زنان و مردان ایرانی، چه از وطن دور افتاده ها و چه آنان که داخل کشورند، به زبان آورده شده است. حیف شد. آن که حیف شد، اما آوازخوان پر آوازه ما ایرانیان هایده بود. آن که حیف شد صدایی بود که گویی از ملکوت می آمد. هایده در آسمان صدا یکی از درخشان ترین بود و در قلمرو میدان آواز یکی از یکتازان تاریخ ساز در دنیای موسیقی. از آشناییتان با خانم هایده بگین. 23 سال قبل آقای منوچهر بیبیان که در حال حاضر مدیر جام جم هستند، من و هایده همیشه عزیز رو به هم معرفی کردند و حاصل این معرفی میتونم بگم که به وجود آمدن یک آرشیو خوب و معتبر برای آقای بیبیان بود از کارهای من و هایده عزیز. تا چه پایه هایده در انتخاب ترانه هایی که میخوند نقش داشت؟ در انتخاب شعر، مخصوصا در سالهای اخیر، هایده عزیز وسواس عجیبی به خرج میداد و همین وسواس موجب شد که دستندرکاران موزیک در به وجود آوردن اثری برای او جانب احتیاط رو رعایت کنند. با تشکر از وقتی که به ما دادید، میل دارید چیزی اضافه کنید به این گفتگو؟ صدایی مثل صدای هایده فراوان نیستند و میتونم بگم که در یک قرن اخیر انگشت شمار و با رعایت جانب احتیاط به تعداد انگشتان یک دست. با این همه لازمه از بیماری مادرت خانم هایده برای علاقمندانش بگی یه چیزایی. حالت جسمی خانم شما میگه خانم هایده حالت جسمیش خیلی به اصطلاح حالتی نبود که آدم بگه خب خیلی سلامت بود، ولی ما به هیچ وجه تصور نمی کردیم که اگر حتی هایده بخواد جسمن از بین ما بره به این ناگهانی باشه. من شاید فکر میکردم چندین و چند سال در آینده و با به اصطلاح از لحاظ طبی شاید اخطارهای خیلی زیادی ما مواجه بشیم قبل از که چنین چیزی، ولی به هیچ وجه یعنی اصلا شاید 5 سال، 7 سال، 10 سال دیگه ما انتظار داشتیم که از لحاظ طبی اختاراتی به ما باشه. کوتاهی که در معالجه نشده بود. اگرچه هایده در 3 سال گذشته تا به حال حالت جسمیش به اون خوبی که در ظاهر و در صحنه نشون میداد نبود. دوتو از بسیار دکترهای عزیزی که بسیار برای ما عزیزن و واقعا من میخوام از این دکترها تشکر بکنم شخصا، وقت رو زندگیشون رو فقط گذاشته بودن که به هایده برسن. و این رو بگم که هایده همیشه از سنی قبل از اینی که به کار هنریش به طور حرفه‌ای شروع بکنه عاشق خوندن بود. بله، چهره های محبوب و دوست داشتنی رو در این ویدیوی قدیمی دیدیم، از جمله آیلین عزیز، ژاکلین، زنده یاد مهستی، خانم همیرا، بهروز وثوقی، مارتیک و آقای منوچهر بیبیان، تهیه کننده و بنیانگذار شرکت آپولون و همچنین تلویزیون جام جم، که جا داره در اینجا از ایشون تشکر کنم که اجازه دادن بخش‌هایی از این ویدیوهای بیادماندنی و بسیار ارزشمند که توسط تلویزیون جام جم تهیه شده و بر روی وبسایت manochehrbibian.com در دسترس علاقمندان گذاشته شده، در این برنامه از اونها استفاده کنم. مجموعه مصاحبه‌ها و ویدیوهایی که از خوانندگان و
هنرمندان مختلف در طول این سالها توسط شرکت جام جم تهیه شده و به همت آقای منوچهر بیبیان در این وبسایت گردآوری شده، واقعا گنجینه بی‌نظیری هست که البته ایشون همچنان برای تکمیل این وبسایت دارن تلاش میکنند. مایل هستم که حتما در برنامه‌های آینده از ایشون دعوت کنم که در این برنامه از فعالیت‌های بیشترشون در گردآوری این مجموعه‌های پربها برای ما صحبت کنند. در این قسمت برنامه امروزمون هایده که به راستی زیبا میخونه و صدای بسیار زیبایی داره برای شما ترانه جدیدی میخونه. هایده هفته قبل برای اولین بار آواز تازش رو خوند که شعرش رو خانم هدیه گفته بودن و وقتی میخوند دیدید که گریه میکرد و خودش توضیح داد که چرا با گریه اون آواز رو میخونه. ما هم گریه کردیم، شما هم همینطور. تلفن های بیشمار شما که از این مسئله بود. امروز هایده آواز جدیدش رو میخونه که زولاند آهنگش رو ساخته و اسم این ترانه است وای به حالش. منم یه هدیه کوچولو برای هایده دارم، از قول حافظ بهش میگم: مژده دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. شبا همش به میخونه میرم من، سراغ می و پیمونه میرم من، تو این میخونه ها خسته دردم، به دنبال دل خودم می گردم، تو این میخونه ها خسته دردم، به دنبال دل خودم می گردم، دلم شده پیداش میکنم من، اگه عاشقته وای به حالش، رسواش میکنم من وای به حالش، رسواش میکنم من. قابل توجه هموطنانی که مایل به خرید املاک مسکونی و تجاری هستند. پایین بودن قیمت‌های املاک، پایین بودن بهره‌های بانکی، افزایش اجاره‌ها، تورم قیمت کالاهای گوناگون به خصوص بنزین، افزایش جمعیت، کمبود خانه‌سازی و تحت فشار بودن بانک‌ها به علت وجود خانه‌های ضبط شده فراوان، زمان مناسب و استثنایی برای خرید املاک به وجود آورده است. این موقعیت استثنایی دائمی نخواهد بود. با مشاورین آگاه و پرتجربه تماس بگیرید و از این فرصت طلایی استفاده کنید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty و RRN International در اکثر کشورهای جهان به خصوص آمریکا در خدمت شما عزیزان هستند. تلفن دفتر مرکزی در کالیفرنیا 888-909-4726 و یا 858-634-4232. شراره شیروانی، مشاور و یاور مهربان و امین شما در امور املاک در شهر هیوستون. هیوستون چهارمین شهر بزرگ آمریکا، شهری امن با دانشگاه‌های معتبر و برجسته، مرکز تأسیسات نفتی و فضایی آمریکا و دارای مراکز بسیار پیشرفته پزشکی است که در همین حال یکی از ارزان‌ترین شهرهای آمریکا برای زندگی محسوب می‌شود. شهر هیوستون در بحران اقتصادی دچار رکود نشده و با ایرانی‌ها میهمان نواز، خونگرم و مهربان است. با شراره شیروانی تماس بگیرید. 713-443-3880. اما هایده در فروردین ماه سال 1321 متولد شد. خود او در مصاحبه‌ای گفته بود در نوجوانی تحت تأثیر صدای پرقدرت و شیوه آوازخوانی دلکش، خواننده محبوب و پرآوازه آن دوران قرار گرفته و همواره او را تحسین می‌کرده است. هایده فراگیری موسیقی و آوازخوانی را نزد موسیقیدان برجسته و مشهور آن زمان علی تجویدی آغاز کرد. گفته میشه که علی تجویدی در میان آهنگسازان معروف به کاشف صداهای ناب بوده است. هایده در سال 1347 با خواندن ترانه آزاده با ارکستر بزرگ گلها در رادیو تهران، کاری از استاد تجویدی و شعری از رهی معیری، رسما کار خود را آغاز کرد. تجویدی در مصاحبه‌ای گفته بود آزاده را هیچ خواننده دیگری نمی‌توانست مانند هایده با چنین قدرت و وسعت صدایی بخواند.
هایده با خواندن این ترانه توانست تحولی در آوازخوانی ایجاد کند و در موسیقی سنتی تأثیرات تازه‌ای را به یادگار بگذارد. یکی از ترانه های بسیار زیبا و به یاد ماندنی هایده که البته تمامی ترانه های هایده فوق‌العاده زیبا هستند، اما این ترانه که من هم بسیاری مثل بسیاری دیگر خیلی این ترانه رو دوست دارم و من و همنستان من خاطره های بسیاری با این ترانه داریم، ترانه‌ای هست که از عشق پاک و خالصانه بین عاشق و معشوق حرف میزنه. این ترانه نامش سوغاتی هست. با این ترانه زیبای هایده با هم سفری کوتاه داشته باشیم به سالهای درخشان و طلایی سرزمینمان ایران در یکی از برنامه‌های باشکوه رنگارنگ. و از طرف همکارانم این روز خجسته رو به همه شما عزیزانم تبریک میگم. حالا اجازه بدین به جای اینکه صحبت بشه بریم به معرفی یکی که خوانندگان عزیزی که لطف کردن و امشب به برنامه رنگارنگ اومدن و همچنین اجرای ترانه هاشون. اولین هنرمندی رو که خدمتتون معرفی میکنم، هنرمند عزیز و ارزنده خانم هایده. میکروفون رو خدمت شما بدم. خیلی خیلی خوش آمدی هایده جان. خیلی متشکرم. من هم به نوبه خودم این روز واقعا بزرگ رو هم از نظر دین و هم از نظر روز ملی خودمون به همه هموطنان و بینندگان عزیز تبریک میگم. یک دنیا متشکر. هایده برامون امشب یه سوغاتی داره که اجرا میکنه. اسم این ترانه سوغاتیه که خواهش میکنم این ترانه رو توضیح بیشتری در موردش. آهنگ این ترانه از ساخته های محمد حیدری است با شعری بسیار لطیف و قشنگ از ساخته های اردلان سرفراز که ناصر چشم‌آزرم این آهنگ رو تنظیم کرد. خیلی متشکر. پس میشنویم ترانه سوغاتی رو با صدای قشنگ هایده. از همه دنیا میاد تو با
اما همونطور که زنده یاد فریدون فرخزاد در ابتدای برنامه جام جم درباره هایده گفت، این هنرمند ما با همه وجود و از صمیم قلب به ایران و مردمش عشق می‌ورزید و در چندین ویدیو هایده هنگامی که آواز می‌خواند بی اختیار گریه می‌کرد و شاید از این واهمه داشت که دیگر هرگز موفق به بازگشت و دیدار دوباره ایران نشه و این غمی بود که قلب مهربان بزرگ بانوی آواز ایران رو اندوهگین می‌کرد. بریم با هم تماشا کنیم گفتگوی ویگن سلطان جاز و هایده رو در یکی از برنامه‌های جام جم که زنده یاد فریدون فرخزاد مجری برنامه بوده و یک ترانه‌ای که من خیلی دوستش می‌دارم، در واقع شاهکار زیبا و ماندگار و به یاد ماندنی هایده و ویگن به نام همخونه. برنامه امروز تلویزیون جام جم به خاطر روز عیدی که گفتم پشت سر گذاشتیم، خانم هایده خواننده معروف و ویگن به نظر من واقعا بزرگترین خواننده مرد ایران. من یادم میاد که یعنی من خوشحالم از اینکه دروغگو در نیومدم پیش تو، چون اگر یادت باشه من وقتی قبل از اینکه معروف بشی وقتی برام خوندی گفتم که تو یه روز خیلی معروف میشی که من اصلا خوابشم نمیدیدم که بتونم بخونم، به من اجازه بدن بخونم. دیدی که راست گفتم. آره همین میگم، خیلی خوشحالم که در کنارت نشستم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. مرسی. هایده و ویگن امروز برای شما جدیدترین آوازشون رو میخونند که این آواز اسمش هست همخونه. منم که میدونین 20 سال الان، شاید 20 سال بیشتره بعد از اون آهنگی که با دلکش خوندم دیگه با کسی دو صدایی نخوندم و الان خیلی خوشحالم که تو واقعا این افتخار به من دادی. قربونت برم. یکی از خواننده‌های برجسته ما هستی. خواستم که این آهنگ همخونه رو که الان میخونیم براتون، بینندگان عزیز، همونطور که خانم هایده فرمودن اینو میشنوید الان و از ساخت‌های آندرانیکه. و اما راجع به اون سه تا آهنگ دیگه که در هفته‌های آینده ببخشید در هفته‌های آینده پخش میشه، باید خدمتتون عرض کنم که یکیش اسمش صدای گریه است که شعرش رو سرفراز گفته و آهنگش رو آرانجمانش هم آندرانیک کرده. تنهاتون میذارم با هایده و لیگه. قبیله
چی بگم قرن سرگردونه. هایده در روز 20 ژانویه سال 1990 در حالی که فقط 47 سال داشت پس از اجرای یک کنسرت در شهر سانفرانسیسکو بر اثر سکته قلبی درگذشت و دوستداران و علاقمندان بسیارش را در اندوهی سنگین فرو برد. اما تنین صدای آسمانی و جانبخش او تا همیشه در گوش جان تاریخ سرزمینمان جاری است. از او سپاسگزاریم که صدایش و زمزمه ترانه‌هایش با شیرین ترین و خاطر انگیز ترین لحظه های زندگی ما سهیم بوده است. با صدای او عاشق شدیم، خندیدیم و گریستیم. یادش گرامی و جاودانه. دوستان به پایان برنامه این هفته عاشقانه رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده و لذت برده باشید. تشکر میکنم از همکارانم در کادر فنی تلویزیون اندیشه و تشکر از شما عزیزان که به این برنامه توجه کردید. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند می‌سپارم. دوستتون دارم. با مژده حبیبی.